Hello again, darling. How are you doing, you beautiful people? You doing good? I'm here, here, again, and I hope you're all doing perfect. سلام رفقا، سلام عزیزان. حال دلتون چطوره؟ امیدوارم حال دلت خوب باشه. امیر هستم. خوش اومدید بی به ویدیو آموزشی دیگه. Today we're going to learn 40 common idioms in business. امروز قراره که 40 تا اصطلاح رایج رو که توی بیزنس استفاده میشه رو با هم بررسی کنیم. بی... اصطلاحات هم اصطلاحات خیلی ساده توش هست هم چیزایی که تا الان فکر کنم اصلا نشنیدید ویدیو ممکنه طولانی باشه پیشنهاد میکنم که تو دو وقت مجزا نگاش کنید که هم سطح یادگیری بالاتر بره هم خسته نشید چشاتون خسته نشه فقط لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخر ویدیو با من همراه باشید لتس گو. ما یه دونه داشتیم we are on the same page بررسی کردیم same page یعنی که موافق بودن سر یه قضیه we are on the same page یعنی که هر دوتامون یه جور فکر میکنیم هر دوتامون توافق داریم سر این same boat یعنی توی یک جایگاه بودن خب یکی پیج نیست بوت same boat یعنی که توی یک جایگاهیم شرایطمون شبیه همه to be in the same difficult situation as someone else میگه که تو یک شرایط سختی بودن مثل یک کس دیگه توی شرایط سختی که یکی دیگه هست و هم مثل همون تو اون شرایط باشی none of us has any money left so we are all in the same boat میگه هیچ کدومون دیگه هیچ پولی نداریم که مونده باشه پس هممون تو یک قایقیم یعنی هممون تو یک شرایطیم هممون یه جوریم هممون یه حالتو داریم none of us has any money left so we are all in the same boat همون تو یک قایق هستیم به این معنیه same boat یعنی اینکه تو یک شرایط شبیه هم بودن یکسان بودن و دوم C ci to i, -I. چش تو چش. ولی به چه معنیه ci to i to agree with somebody با کسی موافقت کردن من اینو خودم نمیدونستم برازندهم عجیبه و هیچ وقت فکر نکنم استفادهش کنم چون تو دهن من نمیچرخه my boss doesn't see eye to eye with me about our marketing campaign میگه که رئیس من doesn't see eye to eye with me یعنی که با من موافقت نمیکنه در رابطه با کمپین مارکتینگ ما خرید و فروش ما my boss doesn't see eye to eye کی اینو میگه خب همه میگن doesn't agree دیگه ولی اینم یه ایدیمه see eye to eye یعنی توافق یعنی که شما باید هم نگاه کنید و به توافق برسید my boss doesn't see eye to eye with me about our marketing campaign شاید خیلی نشوید شاید خیلی استفاده نشه ولی دونستنش خالی از لطف نیست خب ایریم سی و something through, see something through to continue until something is finished I want to see this project through before taking on another one میگه که من میخوام این پروژه رو خاتمه بدم تمامش کنم تا آخرش برم قرار از بخوام یکی دیگه انتخاب کنم یا بردارم یا مسئولیتی یکی دیگه رو بپذیرم to continue until something is finished see something through یعنی که گذر موفقیتش دیدن پیشرفتش رو دیدن تموم شدنشو اون دورش رو دیدن و گذروندن I want to see this project through before taking on another one بریم فریز بعدی sever ties sever به معنی بریدنه خب to end the relationship یک رابطه رو تموم کردن We had to sever ties with several suppliers due to poor product quality میگه ما مجبور شدیم ارتباطمون رو قطع کنیم اون پیوندی که بینمون بود رو قطع کنیم با یه سری از کسایی که برای ما مایحتاج هامون فراهم میکردن سپلای به معنای اه... چی بگم بی... بی... تو بازی کامپیوتر دیدی دیگه سپلای پیدا میکنی م... مایحتاج ها چیزایی که کمکی هن وسایل کمکی خب میگه کسایی که برای شرکت ما سوپلای جمع میکردن آزوغه جمع میکردن بهترین اون که میشه گفت آزوغه است We had to sever with several suppliers due to poor product quality به خاطر پور اینجا به معنی فقیر نیست اینجا پور به معنی ضعیفه به دلیل اینکه کیفیت پروداکتمون ضعیف بود پور پروداکت quality. کوالیتی یعنی کیفیت کیفیت محصولمون پور بود یعنی ضعیف بود خب فقیر نیست به معنی ضعیفه یعنی که کافی نبود We had to several ties with several suppliers due to poor product quality پس several ties به معنی بریدن ارتباطه EDM بعدی shoot something down shoot something down to reject something برای مثال an idea or a proposal to reject something یعنی یه چیزی رو رد کردن to shoot something down یعنی که یه چیزی رو بزنی زمین دیگه یه پروپوزالی رو از قبول نکنی یه پیشنهادی رو زمین بزنی You shouldn't shoot your co ideas during a brainstorming session. میگه تو نباید ایده های همکارت رو همکارات رو زمین بزنی در طی brainstorming سشن برینستورم brainstorm, اون جلسه هایی که معمولا وقتی یه گروه میشینن brainstorm انجام میدن یعنی میشینن فکر میکنن و ایده میدن راجع بر اینکه یه کار بهتر بشه خب brainstorm رو خیلی شنیدید برای اینکه بشینن فکر کنن تز بدن ایده بدن آقا ما چکار کنیم کمپانی پیشرفت کنه چکار از دستمون بر میاد بر همین برین یعنی فکر کردن و ایده دادن میگه تو نباید ایده های همکارت رو زمین بزنی در طی جلسه برین استورم ایدی ام 36 سموث سیلینگ سموث سیلینگ سیلینگ یعنی قایق سواری ما تو فرندز هم گفتیم اسموث یعنی روان نرم قایق سواری خیلی روان یعنی که هیچ استرس و تنشی نباشه یه ذره معنیشو میشه حد A situation where success is achieved without difficulties میگه موقعیتی که موفقیت توش به دست اومده بدون سختی به راحتی یک قایق سواری روون بدون استرس بدون سختی A situation where success is achieved without difficulties Once our largest competitor went out of business It was a smooth sailing میگه یک بار بزرگترین رقیب ما از بیزنس خارج شد Went out یعنی که خروج خودش با تصمیم خودش کویت داد یعنی که بیرون رفت It was a smooth sailing یعنی که یک موفقیتی بود که به راحتی به دست اومد ما یک کرنجار می رفتیم این شکست بدیم تا اینکه خودش بیخیال شد Once our largest competitor went out of business It was a smooth sailing پس اینجا منظورش از اسم سیلینگ یعنی که یک موفقیتی که بدون سختی به دست اومد یا یعنی با کمترین سختی ایریم بعدی Stand one's ground Stand one's ground اینجا someone's منظورشه To not change one's opinion or position Stand one's ground یعنی که جایگاه و اون اعتباری که یک نفر داره رو نیگر داری نظری پوزیشنش عوض شه جایگاهش عوض شه نظرش عوض شه To not change one's opinion or position They tried to cut my travel budget But I stood my ground یعنی که ببین اونا سعی کردن که بودجه تراول منو از کات کنن یعنی از بین ببرن بهم ندن خب قطع کنن بودجه مو قطع کنن بودجه مسافرتمو بار آی استود مای گراوند یعنی که ولی من همچنان پافشاری کردم پای حرف خودم موندم بی خیال نشدم برای که حق خودم رو بگیرم اینجا بار آی استود مای گراوند یعنی که پا پس نکشیدم بی خیال نشدم خب تسلیم نشدم واسه که آقا برای چی بودجه تراول من سفر منو میگیری پس برای استود my گراوند یعنی این که من رو حفظ کردم و تلاشم رو کردم ایدیم سی و تک دی بول by the هورنز بول به اون گاوا میگم پیت بول اسم ب... خواننده داریم مثل پیت بول اون گاوا هستم با شاخ میان تو صورتت میگه تک د بول بای د هورنز یه گاوا از شاخش بگیری خب میگم با سرگا با شاخگاف بازی نکن سر گفت با شاخگاف بازی نکن اینم تقریبا همینه داره میگه که تو دایرکتلی کانفرونت ا دیفیکالت سیچویشن این ا بریو اند دترمیند وِی میگه یعنی به صورت مستقیم رو در روی شدن و برخورد کردن با یک موقعیت خیلی سخت این ا بریو اند دترمیند وِی از طریق یک راه خیلی شجاعانه و مصمم دترمیند یعنی دترمین یعنی مصمم to directly confront a difficult situation in a brave and determined way یعنی که شما با گاو شاخ مستقیم برخورد کنی یعنی مستقیم بری که مشکل رو حل کنی خیلی شجاعانه my mid level managers constantly delayed projects so i took the ball, took the ball by the horns and fired several of them میگه منیجرها یا مدیرهای میان, لب... میان رده خودم مید لیول constantly دائما تاخیر مینداختم پروژه ها رو delayed project so i took the ball by the horns پس خودم پیش قدم شدم خودم دست به کار شدم و چند تاشون رو اخراج کردم یعنی دیگه خودم رفتم به سوی مشکل خیلی شجاع دیگه متعارف معروف و گذاشتم کنار رو مستقیم رفتم تو شاخه گاف و چند رو اخراج کردم ایدیم سیونو هم ایدیم یکی مونده با آخر talk someone into something to convince someone to do something اینو خیلی میشنوید خارج از بیزنس هم هست I was reluctant to redesign our website but my employees talked me into it I was reluctant یعنی که من خیلی مطمئن نبودم که بخوام یعنی I was not sure خب یعنی دو به شک بودن یه جورای دلت قرص نیست I was reluctant to redesign our website که دوباره بخوایم سایتمون رو دیزاین کنیم but my employees talked me into it ولی کسایی که برای من کار میکنن منو متقاعد کردن که این کار رو انجام بدم talk me into it یعنی که منو متقاعد کردن she talked me into this یعنی که منو متقاعد کرد با حرف زدن منو متقاعد کرد خودش هم گفته to convince someone to do something کسی رو با حرف زدن متقاعد کنی که کاری انجام بده تو ایدیمه بعدی مخالفش رو داریم دقیقا ایدیمه آخر ایدیمه چهلوم talk someone out of something to convince someone not to do something یعنی مخالفه قبلی برای مثال we wanted to take on more debt but our CFO talked us out of it debt هم میتونه به معنی وام باشه هم میتونه به معنی دین باشه اینجا به معنی وامه ما میخواستیم که وام بیشتری رو دریافت کنیم و بگیریم ولی but our CFO حالا اف. CFO به چه معنی اون مدیرشونه هرکی که هست talk us out of it یعنی که ما رو متقاعد کرد که این کارو نکنه پس talk someone into something کسی رو صحبت کردن بیاری به داخل یه چیزی یعنی کسی کار رو متقاعد کنی کارو انجام بده خب he talked me into it talk someone out of something یعنی کسی رو متقاعد کنی کاری رو انجام نده مثل همینجا که گفته but our CFO talked us out of it یعنی که ما رو متقاعد کرد ما رو منصرف کرد که این کار رو انجام ندیم خب رفقا به پایین ویدیوی امروز رسیدیم میدونم طولانی بود ولی ارزش بررسی رو داشت شاید یه سری مطالب اینجا باشه که برای بعضیا مفید بوده باشه بازم لطفا نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و سعی کنید با این ایدیم ها جمله بسازید که یادتون بمونه مرسی که ویدیو رو تماشا کردید مراقب خودتون و کسی که دوستشون دارید باشید تا ویدیوی بعدی تیک کر